مال خودته؟ چیه؟ بهم نمیاد؟ چقدر سرعت میره؟ قول میدم بیشتر از اون را بره. مطمئنی؟ میشه امتحان کرد؟ امتحان نداریم، مگه مدرسه است؟ راست میگی، امتحان مال مدرسه است. ما هم که خیلی وقت میشه فارغ التحصیل شدیم. اهل مسابقه هستی؟ قبوله، مسابقه از خودمونه. اینو دیگه اشتباه گرفتی. چشمت به چراغ باشه، سبز شد میریم. این ماشین منه؟ بله خانم. چرا اینجوری شده؟ ببخشید که اینجوری شده. همین، ببخشید. تو دیگه کی هستی؟ گناهش گردن منه خانم. ایشون برادر زن منه.
راستش قصد نداشته که ماشینش شما رو... چیه؟ این ماشین باید تو نمایشگاه باشه. اینجا چی کار میکنه؟ والا خانم، آب روغنش رو میزون کردیم، خواستیم ببینیم شتابش خوبه یا نه، که عقرب رفت رو 120 و 140. من اصلا نفهمیدم، دست من نبود، رسید به 180 تا، که یه دفعه یه پیرمردی پرید وسط جاده، خواستم اونو جوون مرگ نکنن که آقا یوسفین چی میگه؟ اشتباه کی توانه این اشتباهو میده؟ ماشینو داغون کردی که چی بشه؟ خب خانم، هر اشتباهی یک تجربه است. تو به این میگی تجربه؟ خب انسان جایز الخطاست خانم. تو میدونی قیمت این ماشین چنده؟ قیمت؟ پس من چی که نزدگو کشته بشم؟ کجا آقا؟ جهنم خانم! پسره دیوونه است؟ نه، راستش نمیدونم به خدا. حالیش میکنم، باید آدم شه. این دورو برای پاسکا کجاست؟ نمیدونم والا، حتما همین دورو برای هست. خودم براتون میدم صافکاری رنگ. ماشین به درک، ولی من این پسره بی سر و پا رو باید ادبش کنم. مثل همیشه تو لو نشه. یه دقیقه چشت به این باشه. آقا من بدم چیه؟ چی بگم برو. $14 میلیون چک دادم، بی انصاف. 70 به صاحب ماشین، 70 به حسینی صاحب نمایشگاه. پس انعام ما چی؟ اصلا تو میدونی 14 میلیون چک بی محل یعنی چی؟ میتونستم برم زندون. زندون؟ پای من گیره. ماشین تحویل من بوده. حسینی و اون خانم منو میشناسن. وقت تو بری زندون؟ برای من که دیگه فرقی نمیکنه. آبجی هم فهمید؟ قش کرد. 3 دفعه تا حالا قش کرده. تفلک آبجی؟ تفلک آبجید؟ تفلک آبجید یا من بدبخت بخت برگشته بینوا که اسیر دست تو آبجید شدم؟ میدونی منو تو چه اچلی انداختی تو؟ میدونی منو تو چه اچلی انداختی تو؟ بزرگ میدونی تو چه اچلی انداختی؟ فقط یه بار، حقش همینقدره، قانونم همینو میگه. اینجا اومدی چی کار بزرگ؟ سلام علیکم. اومدم با آقا حسینی صحبت کنم چکو پس بگیریم. آره تو صحبت کردی، اونم چکو پس داد. مگه عقلت کمه بزرگ؟ ماشین کلی خرجشه. خب میخوام کمکت کنم. میخوای کمکم کنی یا بیکارم کنی؟ نه خیر، میخوام کمکت کنم. اگه میخوای کمکم بکنی واقعا لطف در حق من بدبخت بکنی، بلند شو برو با اون خانم دکتره صحبت کن، شاید یه جوری بتونی از اون رضایت بگیری. عباس این دورو برا نهیدی؟ خدا، عباس الان چیه؟ بابا مثل که رفیقم ها، خود دلم براش تنگ شده. عباسو ندیدم، نه عباسو دیدم، نه ازش خبری دارم، هیچی. آدرس خانم دکتر رو به من بده. یه دقیقه صبر کن بیارم.
نمیشه بگی باش حرف بزنی. خانم ثابتی؟ شما؟ بزرگم. بزرگی؟ همونی که ماشین شما رو دیروز تو جاده. آها، صبر کن اومده. بفرمایید. منو به جا آوردین؟ متاسفانه بله. شب بخیر. خب همون مدل همون رنگ، فقط تو دوزیش یه خورده فرق میکنه. این دیگه مال کدوم بخت برگشته ای؟ از کجا آوردیش؟ از اینا زیاد وارد شده، همه جا هست. شما چرا اصلا اینجایی؟ تو تیمارستان نیستی؟ مگه شما ماشین نمیخواید؟ این که ماشین من نیست. چه فرقی میکنه؟ این زیر پاتون باشه تا ماشین خودتون رو سرویس کنید. فقط تو دوزیش برو این ماشینم بردار ببر، وگرنه میدم به دست پلیسا. الو پروین جون سلام، حالت خوبه؟ ببین میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ آره کارت دارم، پاشو یه سر بیار اینجا. خب آژانس بگیر، منتظرم. ها بیا تو. سلام، چی شده؟ این کیه دمه در وایستاده؟ همون دیوونه ای که تعریفشو برات کردم. ماشین برات آورده؟ آره، منطقه نمیدونم این ماشین چی هستن، از کجا آورده؟ جوان خوبی به نظر میاد. فکر کنم خودشه. دیوونه شدی؟ شاید، یهو به دلم افتاد. رفته؟ ببین چه کارایی میکنی بزرگ. عباس به من زنگ زد گفت که همه این نمایشگاهی شهر رو گشتی برای یه 94 تمیز. خانم دیوونه است. چرا دیوونه است؟ شما شنو قبول نکرده دیوونه است؟ من دیشب تا صبح خواب به چشم نرفته بزرگ. حالا ماشین رو چی کارش کردی؟ دادمش به عباس، خیالت راحت باشه.
خال بهش نیفته. باشه من میریزم به حسابه. باشه من بزنید خودتون کارون باش بجونم. سلام آقا. این پسر اینجا چیکار میکنه؟ اومده کمک من. من نگفتم حق نداری که پاشه اینجا بذاره. برای کمک من اومد آقا. تو به من قول دادی یوسف مگه نه؟ بله آقا. خفه؟ میدونی تو حرفه ما یه همچی گند یعنی چی؟ بله آقا. من میدونم. خفه؟ حالا من این لش رو چیکارش کنم؟ درستش میکنی. چی رو درست میکنی؟ تو خفه؟ آقا درست چی رو درست میکنی؟ با کی صحبت خفه شو؟ برای تو کلمه هم من دیگه روش میدارم هایی که خفه خفه که خفه من میدارم بوره تو رو جمع کنیم هر دو تو میدیگم حالا من دیگم خانم دکتر ثابتی تشریف دارن؟ نسخه داری؟ نه خیلی بنده از بسته کنش بسته تشریف حرف حساب شما چیه خانم؟ برای چی ماجرا رو کشوندین به صاحب نمایشگاه؟ این یه مسئله بوده بین من و شما. به حسینی و یوسف و بقیه چه ربطی داره؟ کی به شما اجازه داد بیاین اینجا؟ بحث رو عوض نکنید. بهتره بریم سر اصل مطلب. باشه، 10 میلیون خسارت اون ماشینه. شما انسانیت رو با پول میسنجین؟ شما نماینده انسانیتی؟ نمایندهش نیستم. خودشم. خب؟ خب نداره دیگه. شما باید به انسان‌ها احترام بذارید. احترام میذارم. خب دندون رو جگر بذارید من خسارت شما رو میدم. 10 میلیون نقد. باشه میدم. قراره برم ژاپن کار کنم. براتون ریز ریز میفرستن. مثل مردی که برای عیالشون پول میفرستن. قرار نیست به مرد توهین کنید. مردا خودمو میگه. شما اصلا چی میگی آقا؟ من نمیخوام تو این قضیه با آقا یوسف ظلم بشه. خیلی خوب باشه 10 میلیون میدم. چه جوری؟ گفتم که میرم ژاپن. به زحمت میافتین آقا، حیف شماست که مرده سوزی کنین. همینجا تشریف داشته باشین ماشین مردم علیه کنین. انسان جایز الخطاست خانم. خانم دکتر بفرمایید بیرون آقا، من کار دارم. شما دست از سر یوسف بردارید. من هر کاری بخواید براتون انجام میدم. قول میدم. منتظرت بودم. ببشین خربزش یکه یکه. شیرین شیرین. ببشین. باز رفتی سراغ دختره؟ رفتم. رفتم چکاتو بگیرم. بیرونم کن. جریان ژاپن چیه؟ میخوام این آخر عمریه حسابی پول در بیارم. ژاپن دیگه هم مود افتاده. بزرگ یه فکر اساسی برای زندگیت بکن. پنجوی علم دماغت بزرگ داره خون میاد.
تو بودی رود میشد بهش بگی؟ چاره دیگه نداری بهرخ، یکی از راهاش همینه. خودت گفتی پدرت باز دوباره تلفن کرده. ببینی آره. اون موقع اسم معلوم میشه. جای تمیزی هست. تنوعی اینجا ساره. خب خوب نداره دیگه. یه ماشین تصادفی رو دستم مونده با یه خسارت 7-8 میلیونی. عدد شما هم که کاری برده. چرا؟ ما اگه رو پوشامونو بفروشیم پولش هم بذاریم رو هم دیگه، بعدش هم برداریم بذاریم جلو آینه، یه 2-3 هزار تومنی میشه. یه حوصله شوخی هم ندارم. سلام آقای یوسف، خوش اومدی. قربان شما. کجایی بابا؟ تمام شهر رو دنبالت گشتم. چیزی شده مگه؟ نه نه ترس، خانم دکتر باید کار داره. با من؟ آره. از خر شیطون اومده پایین؟ فعلا که ما رو خر شیطون. بیا این آدرسه. بفرم. ممنون. پرس برنج ساده با دو تا خورشت، هم قیمه هم قرمه سبزی، دوغ، سالاد، ماس، سبزی فرام. یه خود کرم بذاروش. شما چی میل دارید؟ اینجا رستوران ایتالیایی، از این چیزا ندارم. بس شما بفرم. دو تا اسپیدینو اردوف میگو سرخ کرده نوشابه سالاد. گفتید که جبران میکن. بله جبران میکن. و گفتید هر کاری بگم انجام میدید. من سر حرف خودم هستم. بله. خوبه. پس یه پیشنهاد دارم. میخوام با من ازدواج کنی. ببخش. گفتی چیکار کنم؟ عرض کردم میخوام با من ازدواج کنی. باید حدس میزدم. که چی؟ که عاشق من بشی. مزخرف نگو. فقط برای چند ماه. شما حق ندارید به مردا توهین کنید. میشه پرت و پلا نگی؟ معنی پیشنهاد چیه؟ معنیش روشنه. و نپرسم چرا؟ نه تا وقتی که این چک دسته. یعنی هیچی نپرسم دیگه؟ فعلا نه. فعلا یا اصلا؟ فقط آره یا نه. اجازه میدین 15 ثانیه بلند بخندم؟ اصلا؟ آقا انگار شما براتون هیچی جدی نیست. وقتی هیچی جدی نیست آره.
خدا کنه تو گلون گیر نکنه. چی؟ لقمه. انسان وقتی هول باشه لقمه تو گلوش گیر میکنه. آخه بعضی لقمه ها مناسب گلوی انسانیت نی. ماشینای مدل بالا و 0 کیلومتر چی؟ اونا هم همینطور. ولی وقتی آدم چشمش میفته به صفحه کیلومتر شما را، به به، آدم دلش میخواد عقربه رو برسونه به ته ته. که چی بشه؟ که زودتر برسه. به کجا؟ به هیچ جا، به آخر خط. ولی ممکنه سالم به آخر خط نرسی. چه فرق میکنه؟ شما تا حالا جون سالم به در بردی. خدا آدم های عبله رو دوست داره. میتونید بگید نه؟ وقت آخر اون مدیون آقای یوسف میمونه. دین رو باید پرداخت. نترسید، این ازدواج مصلحتی برای یه اقدام قانونی، خلافی توش نیست. منم اهل اینجور خلافا نیستم. حالا میتونم 15 ثانیه بلند بخندم. به چی؟ به همه چی. فایده ای هم داره؟ آره، برای من داره. خداحافظ. غذا رو آوردن؟ جای منو خالی کن. چی شد؟ چرا رفت؟ بهش گفتم، سخت بود، ولی گفتم. اون چی گفت؟ نمیدونم، هیچ وقت نمیشه فهمید چی میگه. گاهی وقتا جدیه، گاهی وقتا میزنه به شوخی. بالاخره نمیدونم، شاید نباید بی مقدمه بهش میگفتم. با این چیزایی که میگی، میشه بهش اعتماد کرد؟ میتونست فرار کنه، ولی موند. پای شوهر خواهرش گیر بود، بهرخ جون. ساده است، مثل یه بچه. گفت باش عروسی کنی؟ مسخره بازی در نیار بزرگ. اون جدی گفت، منم برم جدی میگم. تو که نگفتی بله؟ نه، چون بله رو باید عروس بگه. 14 میلیون چک دست مردم دادن. وقت آقا بازم داره شوخی میکنه. یا ایزم. ولی اون با من شوخی نمیکنه.
عجله کن. خب تو چی گفتی؟ چی باید میگفتم؟ گفتم باید فکر کنم. دست ورد و بزرگ چاخانم به این بزرگی؟ باور نمی کنی؟ باور نمی کنی نه؟ فکر میکنم چاخان میکنم؟ حق داری. شما جوانا تا نبینید باور نمی کنید. ولی مجانی نمیشه. شرط ببندید. قبوله. اگه راست گفته باشی یا لباس دومادید پای ما جوانا. آره. باشه. باشه خبرتون میکنم. باشه. پس اندازه تو بکشیم بیرون. مزاحم شدم. میخواستم نظرم رو با قاطعیت بهتون بگم. با موبایل که نمیشه. باید حضورا خدمت برسیم. نه. داروخانه روم نمیشه بیام. یه ساعت دیگه تو میدان افریقا منتظرتون هستم. بله. ببخشید. یه تلفنم بزنم. الو، برام گوش بده. یک ساعت دیگه میدونه افتفاق. مختصر و مفید. برای من دیگه فرقی نمی کنه. عوض کردم برم زندون. اومدم با شما در میون بذارم. با آقای یوسف بگو هفته دیگه مهلت چکاش تموم میشه. ماشین شما رو من داغون کردم. آره، ولی شما دست شک نداری. اگرم داشتی اعتبار نداشت. بفرمایید. ترمز دستی بالاست. چرا دست میکنی حمید؟ بفروش سهم منم بده. چی رو بفروشم خواهر من؟ 2-3 هزار متر زمین اونم تو جردن حکایت 1 قرون 2 هزار نیستش که. خریدار میخواد. طالب پولدار که نیست. فعلا ملک راکده. حمید مجبورم نکن پرونده رو بدم دست وکیلا. تو اصلا چرا اینقدر آتیش تنده؟ هولی مگه؟ باید برم. پدر و مادرم اونور دنیا بی کس و کار و بی پول افتادن. خب من چیکار باید بکنم؟ ببین، میدونم مادر من برای تو اهمیت نداره، ولی پدر چی؟ پدر تو هم هست. حمید، مادرم مریضه، گرفتاره. شنیدم حافظش از دست داده، کسی رو نمیشناسه. من که اونو میشناسم. آه، نفرین مادر بیچاره من دامنشو گرفت. تو مادرت همیشه از مامان نفرت داشته. میدونی مادر من چی جوری مرد خواهر؟ دق کرد. این حرفا رو 100 دفعه گفتیم و شنیدیم. این ملک لعنتی رو تقسیم کن، سهم منو بده، هر دو خلاص شیم. باشه، من که حرفی ندارم. تو برو، برات میفرستم. موضوع آجیل، مامان، همه باش. خب؟
ناراحت نباش مونی، حل میشه، درست میشه. خدا حافظ. با چشم. بله بله بابا جان من، شما آقای یوسف رو خلاص کن، من خود. بله بله آقا، من کار دارم. بله من خدمت میرسم. بله چشم چشم، بفرمایید. این که پارازیت داره، اینم شد موبایل، گوشت ناراحت میکنه، به درستش کنه. چشم، میدم سرویسش کنم. خودت هم ناراحت میشی یا به درستش کنم. گوشتون با من هست؟ یس. یعنی نیست؟ یس یعنی بله هست. ببینم شما یه دعوایی ندارید برای این خوندماغ شدنه؟ ما؟ بسیار خوب، یه فکری هم به حال بینی شما میکنیم، ولی اول باید قرار مراسم رو بذاریم. بذاریم؟ یه مراسم مختصر و کوچک تو محضر، ولی مقدمات میخواد. مدارک، آزمایش خون. معتاد که نیستی؟ همین یه قلمو نیستم. تو نمیخوای یه خورده جدی باشی؟ اگه بخوای میشم. جدی میشم. ولی فایده ای نداره. چی فایده نداره؟ همین جدی بودن نمیگم دیگه. این همه آدم به جدی دور برت. بس نی؟ خودت میگی. بفرمایید. اینم کادوی عروسی ما. پس باختتون چی؟ با اونم طلبه، باش لباس دومدی بخر. بابا این یه ازدواج دروغکیه، محضر که باید بری، لباس حسابی میخوای دیگه. ای بابا، من شماره موقتم، یه داماد قانونی واسه یه اقدام قانونی که نمیدونم چیه. داماد خانواده حسابی شدن موقتیشم که باشه، بازم کیف داره بزرگ. ولی روز آخر همه کیفا از دماغ در میاد. بچه های خوهرت میدونن؟ نمیدونم. واسه خاطر دل اونام که شده، باید یه دست لباس دومادی تنت کنی. داماد نیومد. تا ازش امضا بگیرم دق مرگ میشم. آمدیم. ببخشید، قرارمو ساعت چند بود؟ ببین پروین خانم، هنوز هیچی نشده، داره دعوا را میندازه. آقای عزیز ببین خانم ثابتی، من از اون مرد زنزلی نیستم ها، داد بزنی داد میزنم ها. نوبت شماست. خیلی خوب. خواهش میکنم بهروخ جان، الان میگم از شما خون بگیرم. به به چه خونی، آبزلش که خالصه. نه میدونی پروین خانم، گربه رو باید دم هجله کشت. میخوای بذاری بزرگ تا آخر این بازی بره؟ خب میگه چی کار کنم؟ خودم برم محضر خانومه رو عقدش کنم؟ نه یوسف، منظور من این نبود. از چی؟ ولی اگه دختره بذاره بره، میدونی چی به سر بزرگ میاد؟ دست رو دلم نذار منیر، بذار همه چی یادم بره. من که گردن گرفتم، پای زندونش هم وایسادم، یه کلمه جیک زدم؟ نه. خب پس چی؟ خودش به خانومه زنگ زده، خودش دلش قیلی ویری رفته. این حرفو نزن یوسف، اون اگه این کار کرده واسه خاطر تو بوده، واسه خاطر من، بچه ها. واسه خاطر من؟ این دست ببینم اکی. یه کلمه دیگه حرف بزنی با سر میرم تو شیشه. من دلم خونه، خون. فقط از و جز نمی کنم، چون با عشق تو و آه من هیچی درست نمیشه، هیچی. اصلا هیچی دست ما نیست، هیچ وقتم نبوده. خدایا اینم شد زندگی.
مسخره بازی ها چیه؟ رسم خانم، ملاحظه بفرمایید، همه جور حلقه ازدواج هست. اینا رو گفتم. اینا رو بدین. خواهش می‌کنم. بفرم. اینا رو بدین. بفرم. اینا خوبه ها. ببینم. خیلی قشنگه. یه خوده به دست من گشاده. نخ داری آقا؟ نخ؟ آره نخ. من تأکید کردم یه مراسم ساده تو محضر، بدون حلقه، بدون کت‌شلوار دامادی، همه چی لو میره. شک میکردن مردم. کی شک میکرد جناب؟ بچه‌های آبجی. چیه؟ شما داماد نیدین؟ دایی جون، عروس به این خوشگلی رو از کجا پیدا کردین؟ اون منو پیدا کرد دایی جون. از کجا؟ از تو خیابون، همین دور برا. راست میگی دایی جون؟ خسته نشدین از این دایی؟ اون که از دست شما زله شد. مامان دایی بزرگ میخواد داماد بشه. خیلی خوب، پاشو میریم سر درس و مشقتون. اول یه بوس به من بدین قرضی، وقت بعدم برید. بیام ببینم. هندونه بخور دیگه آخراش. ببینم تو حالا واقعا میخوای داماد بشی؟ شدم. شیرینه تارستونم گذشت بزرگ. واقعا نیت این دختره چیه؟ نمیدونم. واقعا میدونم خاطرخواه من نیست. مطمئنی؟ آره بابا، فیلم هندی که نی. تو نمیخوری؟ یوسف هم حال روز خوشی نداره. اینه من. پیرنتو لک کردی، آب هندونه پاک نمیشه ها. آب هندونه نی، خونه. چی شده بزرگ؟ تازگی ها خیلی خوب دماغ میشن. خب پس برو دکتر. نمیخوام، مال پرسه زدن های توی خیابونه. هنوز دوزه هوا گرمه. بیشتر مواظب به خودت باش پسر، تو دیگه مسئولیت داری. ما سلامتی دیگه متأهلی ها. عجیبه ها، جواب تو هست ولی مال بزرگو پیدا نمی کنم. خانم ملکوتی، شما جواب آزمایش شوهر خانم دکتر رو ندیدین؟ همونجا باید باشه. بذار اینجا رو بگردم. پروین جان دیر شد. چی شد این جواب؟ اینجاست پروین جون، رفته بود برای امضا. متشکرم. خب بریم، واقعا دیر شد. خدا بیده.
خانم بفرمایید امضا کنید. داماد کجا رفت؟ دفتر رو امضا کن. حلقه؟ برو دفتر رو امضا کن، شر رو کم کنیم. من پیداش میکنم. اینجا رو امضا کن. اینجا؟ کجا رو؟ اینجا. همین تا پایین. چیست؟ چی ماشینه منو گل زده؟ خب گل که بد نیم به این قشنگی. اجاره یه دیگه ها؟ چیکار کنیم دیگه؟ یه چی پای سر من بیان یواش رو یواش برو سعی میکنم خواهش میکنم جوونا حرکت دست به سر کن دیگه داره حالم بد میشه چرا؟ عروسیه دیگه دارن خوشحالی میکنن تمومش بگو برن خواهش میکنم دارن میرن انسان جای زور خطاست یعنی هر غلطی که دلش خواست میکنه بله حتی پیشنهاد ازدواج رو مردم میده Thank you.
شما که قرار نیست امشب اینجا بمونی. نه. چی میخوای؟ چکای آقای یوسفو امضا خواستی؟ دادم. معامله تمومه مگه نه؟ نه. نه؟ میخوای بزنی زیرش؟ هفته دیگه میریم محضر. بازم باید با هم عروسی کنیم؟ یه رضایتنامه هست امضا میکنی بعدم چکا رو بهت میدم و تموم. دبه نکن خانم ثابتی، دبه نکن. برو خواهش میکنم بحث نکن. چکا رو تو محضر بهت میدم. خواهش میکنم برو. دیدمش داشت میرفت، دلم براش سوخت. صورتش چرا زخمی بود؟ من کردم. تو؟ آره من. بهتر تنها باشی، من دارم میرم. سعی کن بخوابی بهروخ. خداحافظ. همه جا رو دنبالش گشتم پیداش نکردم. قرار نبود چپونه دختره بمونه. آقا آقا. بله. بله. چرا اینجایی؟ کجا باشم خوبه؟ کارت شناسایی چیزی امرات هست؟ والا چی امرام نیست؟ یعنی ندارم چون باز به یک سنف و سنوفی نیستم. بچه تهرونی؟ بچه اون پای ماینا. پس این بالا بالا ها چی کار میکنی؟ اومدم هواخوری. ببخشیده ولی مشکوک میزنی، بهت هم نمیاد مسافر باشی.
مسافر نیستم، دامادم. پاشو بریم. کجا؟ پاشو بریم، بهت میگم. ببر از این طرف. خانم بفرمایید، با شما کار دارم. شما بفرمایید. تو بفرمایید. این آقا رو میشناسید؟ چطور؟ ادعا میکنه همسر شماست. بله هست. ببخشید، انجام وظیفه بود. بفرمایید. حالا دیگه میتونم برم. راستش روم نشد آدرس خونه آقای یوسف رو بدم. از بچه های آبجیم خجالت کشیدم. اگه میدونید امشب میتونی اینجا بمونی. من باید برم. به رضایتنامه همسر احتیاج داشتم. برای ویزام لازم بود. بدونن اینجا شوهر دارم به هم راحت تر ویزا میدن. مجبور بودم این کارا رو بکنم. ما هم شدیم جنس گرهی شما. برم اون بر تقاضای طلاق میکنم. یا شما اینجا تقاضا میکنی؟ فرقی نمیکنه. بیوه بودنم جز مدعی جدیده؟ باید برم. مادرم اونجاست، توی آسایشگاه روانی. هیچ کسو نمیشناسه، حتی پدرم. سفارتشون باید مطمئن بشه که من برمیگردم. من مجبورم. ببخشید. تو مجبور. هممون مجبور. میفهم. به ما که بعد نگذرش. خوبه که شما هیچی رو جدی نمیگیری. یه بار دیگه هم بهت گفتم. چون فرقی نمی. بفرمایید. تو کی هستی؟ چیه؟ شما کی هستید؟ بله؟ میگه حمیده. بره باز شو.
سلام. وکیل شما ایشونه؟ نه خیر، برای چی اومد اینجا؟ بالاخره کار خودتو کردی؟ پای منی کشونی دادگاه که چی بشه؟ که دادگاه تکلیفمون رو روشن کنه. مگه نگفتم صبر کن؟ منم که گفتم، وقت ندارم. بله، معلومه که وقت نداری. ایشون کی باشن؟ برادرمه. به به، عجب برادری. اصلا ایشون کی باشن؟ ایشون شوهرمه. شوهر؟ ده؟ همسفر اون برای آب ها؟ پس پدر و مادر مریضه چی میشن؟ ایناش دیگه به تو ربطی نداره. تو اگه مثل انسان رفتار کرده بودی کار به اینجا ها نمیکشی. تو به من میگه انسان؟ نگفتم انسان، گفتم مثل انسان. من انسان باشم؟ شوهر کردی زبون باز کردی. گفتم انسان باش حمید. با این شوهری که تو کردی معلومه کی باید انسان باشه. آقای محترم، شما باید به انسان ها احترام بذارید. تو نمیخواد به من احترام گذاشتن یاد بدی. بس حمید، تمومش کن، بعدم با هم حرف میزنی. صبر کن ببینم. مثل اینکه یه مدعی تازه پیدا کردی. بنده مدعی چیزی نیستم حمید خان. نمیتونی هم باشی. تو اصلا چی کاره ای؟ دعوا رو ننداز، بهتره بری. ببین من نمیخوام تو کار شما دخالت بکنم، ولی اگه لازم باشه میندازمت بیرون. گردن کلوف برای من آوردی؟ این لاتلوتا که تو خونت راه دادی؟ چرت و پرت نگو، برو بیرون حمید. پس ایشون هم شوهرم هم بادیگارد. نمیخوام دعوا را بیفته. اگه راه بیفته این تویی که ضرر میکنی نه من. حالا میبینیم کی ضرر میکنه. از خونه من برو بیرون. نمیرم، میخوام ببینم کی منو میتونه بندازه بیرون. شنیدی خانم چی گفت؟ بفرمایید بیرون آقا. پس باش تا صبح دولتت بدمد. دماغت چی شده؟ حالت خوبه؟ آره. چی دیش؟ ببخشیدا. مهم نیست. تو مطمئنی؟ نمونه دومه. تو همون سی بی سی اولی یه چیزای مشخص بود. نخواستم نگرانت کنم. حرف آخر رو بزن. وضعش خوب نیست. یعنی میخوای بگی اون خون دماغ شدن ها؟ متاسفم بهروخ، خبر خوبی نیست. ولی تو که داری میری چه فرقی برات میکنه؟ نمیدونم، یه جوری دلم براش میسوزه. یه لیوان آب خنک به من بده. دکتر اشمت حرف آخر اون باید بزنه.
بله. الو الو بزرگ، بزرگ، بزرگ توی؟ چرا یه سری به ما نمیزنی؟ بچه تهرون و مسافر خونه. به بچه ها چی بگم؟ بچه ها بچه هم دیگه. راستی دختری کی میخواد بره؟ نگفته کی میخواد بره، فقط اینو میدونم که هفته دیگه میریم محضر و به زیارت محضری بهش میدم چکای شما رو پس میگیرم. بعدش چی؟ از قبلش هم بعد نداشت آقای یوسف. تو که دلبسته دختره نشدی؟ من؟ قرار نبود بشم ولی شدی؟ نبایست می شدم و نشدم. پس ما رفتیم. یا علی بزرگی موزه ماشین من باشی بچه ها اذیت نکنن. باشی چشم. بفرمی راستش بزرگ چون نمیخواد بچه هم بفهمن نمیاد اینجا. یه مسافرخونه است. مسافرخونه. حالا چیشه شما به صرافت اون افتادی؟ چه کار آوردم؟ رضایت نامه نمیخوای؟ ما گدا گشنه‌مون ممکنه به شما کلک بزنیم خانم. شما آدرس اون مسافرخونه رو میدونین؟ شما حالتون خوبه خانم؟ اینجا چی نوشته؟ سواد که داری؟ نوشته هر را پخت و پز تو اتاقای مسافرخونه اکیدن ممنوعه. روز اولی هم که اومدی نشونت دادم، زبونانم که به سهم مبارک رسوندم، درسته یا نه؟ نمیتونم هر روز بیرون غذا بخورم، مگه زوره؟ صبر کن، دنباله برمون تا چند لحظه دیگه. بفرمایید. سلام. سلام. با بزرگ کار داشتم. خواهرشو میشناسم. شما نیستی؟ همسرش هستم. ببین، من دعا
داروی قاچاق بفروشم، سیگار دستم بگیرم کنار خیابون، کوپن و بازار سیا نیستم. اصلا هر جور معامله‌ای که پشتش ناله و نفرین و دست مأمور در رو باشه نیستم. شاید هم رفتم تو پزشکی شدم. خب دیگه متأهلم، میتونم. قانون میگه متأهلی؟ میگم بله. میگه بفرما برو تو پزشکی شو. راستی تو تاکسی مان چطور داری واسه اجاره؟ بفرما تو. شما؟ باشو باشو الودا این برق صفات بودو بودو تاکسی را فراموش کن. شما کجا؟ اینجا کجا؟ آدرس؟ نشونی؟ از منیر خانم گرفتم. تو چرا اینجایی؟ خب یه خونه بود توی زعفرانیه، میخواستم اونو بخرم. مالک میگفت 62 میلیون. شما چرا اینجا بایستدیم؟ بفرمایید بشینید. میگفت 62 میلیون. من گفتم 60 میلیون میشه؟ گفت نه. گفتم به جهنم که نمیشه. اینه که اومدم اینجا. بلد کنن تا عبد مزخرف میگیم. فکر میکنی دروغ میگن؟ بسه بزرگ. نهار خوردی؟ مگه زوره؟ اومدم نهار رو با هم بخوریم. کجا؟ هر جا که تو بخوای. مهربان شدی؟ فراموش کن. باش، فراموش کردم. کوبیده میخوری با گوجه و دوغ؟ خب پس بذار یه چیزی هم بدم بخونی که حوصله‌ات سر نره. یک داستان غم‌انگیز و عبرت آموزی توشه، تا بخونی برگشتم. رو زمین بشینی؟ رو زمین؟ باشه. خب
افراد که اینم اینم لیوان چی دوست داری گوش بدی؟ مجاز، غیر مجاز، ماهواره‌ای، غیر ماهواره‌ای، رسمی چی دلت میخواد؟ یکی از همون قدیمی ها. جوابش یکه ها. بخور خانم دکتر، ببین فقیر فقرا چی میخورن. بخور. خودشه. همون که دلت میخواد. بذار اگه نمیترسی نمک کشی. نمیخوام نمکیت کنم خانم دکتر. میشه اینقدر نگی خانم دکتر؟ بگو بهروخ. چرا؟ چرا چی؟ چی شد که با ما آشنا در اومدی؟ بهروخ خانم بذار لغمه از کبین پایین بره باشه صبر کن من صبرم خیلی زیاد یه دفعه اینقدر سوار چرخ و فلک شدم که سرم گیج رفت هرچی پول داشتم دادم هر پنج دورش میشد یک قرون چه خوب یادته بچه های این دور و زمانه خیلی خوشبخت هر ور نگاه میکنی زمین بازیه و اله کلنگ و چرخ و فلک و من زیاد چرخ و فلک سوار نشدم پدرم نمیذاشت میترسید بیفتم و صدمه ببینم جریان این حمید خان چیه؟ بهروخ فراموشش کن شاید بعدم برات گفتم زیاد مهم نیست با هم بریم یه چرخ و فلک سیر سوار میشیم میخوام تلافی بچگیت بشه چی شده بزرگ؟ حالت خوبه؟ چیزی نیست رگه رد میشه دکتر نرفتی؟ دکتر برای چی؟ برای همین سرگیجت نه بابا این که چیزی نیست فوقش هفته ی هفت دفعه سرم گیج بره پس بقیه چی که همیشه خدا گیجن کیا بزرگ همونایی که مدام سوار چرخ و فلکن سردم شد میشه خواهش کنم بریم تو؟ بریم حتما
حسینه. تو هنوز غریبگی میکنی؟ من دیگه نزدیکای آخر خطم. خودت گفتی خدا آدمای ابله هم دوست داره. بهت عادت کردم. دیگه وقتشه که برگردم بلونم. تو بری من چی کار کنم؟ من میرم سراغ حمید. فایده ای نداره. من بهت عادت کردم. باید یه کاری بکنم. قانون اینو میگه. کدوم قانون؟ داره برام سخت میشه. شاید بعدم برات گفتم. شما خودتو قاطی این ماجرا نکن. این یه مسئله خانوادگیه. مشکلی نیست. ما هم جزو خانواده ایم. من همه جریانو میدونم. تو جزو خانواده ای اما موقت. هرچی باشه من و بهرخ از یه خونی. یه جوری با هم کنار میان. از کی تا حالا به کلاهبرداری میگن کنار اومدن؟ من کلاهبردار نیستم آقای محترم. ببین حمید خان، من برای دعوا و کتککاری اینجا نیومدم. راستیتش حالش هم ندارم. خیلی خوب، شما کلاهبردار نیستید. ببخش از اینکه کلمه کلاهبردار اومد به زبون من. ولی نمیتونم بشینم ببینم حق اون دختر داره ناحق میشه. اون موقع که حق من و مادرم ناحق میشد تو کجا بودی؟ انتقام مادر که از دختر نمیگیرن. تو که نمیدونی یه داغی رو دل منه که... رو دل کی داغ نی؟ من مسئول دل بقیه نیستم. مسئول دل خواهرت چی؟ چقدر نگران دل خواهر منی؟ آره، اون گرفتاره، تو همینو خوب میدونی. پدر مادرشون برای دنیا اسیرن. اینم اسیر اوناست. مادر اون جیگر من آتیش زد. میگن این دنیا داره مکافاته. قبول داری این حرفو یا نه؟ خب منظور؟ ببین بردار زن عزیز، مادر بهرخ هر خبطی کرده الان داره تقاضش پس میده. تقاض بدتر از این. تو دیار غربت، تو تخت بیمارستان. بهرخ میگه تو نادرستی. ثابت کن که نیستی. جا بزرگ، مگه نمیای تو؟ نه حالا اصلا خوش نیست به رو. شب تولدته، یادت رفته؟ تولد من؟ آره، پروین برات مهمونی گرفته. میخواستم بعدم بفهمی. نمیشه که نباشی. اصرار نکن به رو. نه جنسم با مهونتون جوره، نه حالم خوشم. تو برو. تو کجا میری؟ میرم رونه همیشگی. به چیزی جا گذاشتم. پس برگرد خونه، منم زود برمیگردم. باشه. برو. برو دیگه. Thank you.
خب چطوری؟ دکتر اشمت نیومد؟ تو راهه؟ دیر نکرده؟ نه عزیزم، تو خیلی نگرانی. فرین جون الان میام. ببین، نمیخوام به دلداری بی خودی بدم، ولی فکر نمیکنی خود قضیه رو جدی گرفتی؟ نمیدونم، دلم خیلی شور میزنه. من برم ببینم با هم چی کار دارم. تو هم خود با بقیه معاشرت کن. دکتر اشمت ما سلام دیر اومدی؟ این گرفتاری و مطب و اینجور چیزا ما دیدی که سلام مشتاق دیدار شما چطور هستی؟ جبران کنی سازت که همراته. آره توی ماشینه یه نفر بفرستین ساز بیاد. سلام فرمی خانم، حالتون چطوره؟ مرسی خیلی خوش آمدید. بچه واسه دکتر دست بزنید شاید سر غیرت بیاد. بابا سب کنی یه چیزی بخوره عرقش خوشه. بزرگ اینم میدونم. تو داری می یه چیزی به هم بگو. بهراخ تو برو، کار من دیگه تمومه. تو برو بهروخ، یه پاکت رو میزه مال توه.
برش دارم. آخر خط یعنی قسمت ما. نمیدونم چرا مقدر بود که من از توی آتیش و خون بگذرم و اینجا توی این گوشه بمیرم، ولی به این مرگ راضیم چون عاشق میمیرم. دردی به دل رسید که آرام جان برفت و از هر که در جهان به دریغ از جهان برفت. تو این پاکت یه سند با یه رضایتنامه است و این نوار که آخرین حرفای من تو اون باقی مونده با یه آواز قدیمی، همون که دل شما خواست و من یه موقعی زمزمش میکردم. Thank you.
باید حدس می‌زدم. که چی؟ این جدایی باور من